علت عصیان جامعه زنان در برابر کلماتی نظیر سلیطه چیست؟ آیا خشم تاریخی فروخورده زنان از تحقیر شدن با کلمات و اصطلاحات سرباز کرده و عصیان امروزشان نشان از تحول خواهی آنان حتی در حوزه فرهنگ عمومی دارد؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. در واکنش ها به ماجرای کلینیک قرآن و عترت قم طیفی سر برآوردند که اعتراض و خشم مادر آسی از تعرض طلبه به حریم خصوصیش را سلیطگی توصیف می کنند. اما آن زن در مقابل نقض آشکار حقوق فردیش چه واکنشی باید نشان می داد که اعتراضش از نظر این طیف سلیطگی توصیف نشود؟ در دیدگاه همراه با سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی از انگلستان، دلایل خروش زنان علیه واژگان و اصطلاحات تحقیرآمیز و سرکوبگر را بررسی می‌کنیم و از تأثیر این خشم عمومی بر نگاه جامعه سنتی زنان می‌پرسیم. خانم سوادی، اولین پرسش من از شما اینه که اون آخوند و اون خانوم در پیشگاه عدالت که قاعدتاً باید از هر نوع تبعیضی آری و بری باشه چه جایگاهی دارن؟ سهمی که این دو نفر از قانون و عدالت و قدرت میبرن در نوع واکنشی که به هم نشون میدن چقدر مؤثر از نظر شما؟ واقعیتش اینه که هممون میدونیم در طول سالهای گذشته اتفاقی که افتاده، گروه‌های ویژه‌ای در جمهوری اسلامی از یک قدرت ویژه‌ای هم برخوردارن. نه اینکه این قدرت الزاماً یک قدرت قانونی باشه، بلکه به شکل فراقانونی بهشون قدرتی داده شده. نه فقط آخوندها، بلکه گروه بزرگتر آتش به اختیاران، یعنی گروه‌هایی که بهشون توسط مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران این مجوز داده شده که بخوان امر به معروف و نهی از منکر بکنن، بخوان در برابر زنان، در برابر مردم، در برابر هر گروهی که خودشون صلاح میدونن به شکل آتش به اختیار وارد عمل بشن و در زندگی شخصی اونها، در تصمیمات اونها دخالت بکنن. و به همین دلیل هست که در واقع دیدن یک همچین صحنه های خشم جامعه رو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه جامعه میاد به شکل عریان این عدم توازن قدرت رو میبینه و یک طرف که میتونه با یک عکس، با یک پیام زندگی شخص دیگه رو تحت تاثیر قرار بده و فرد دیگه که در این داستان زن داستان هستش مستعصل میشه، مضطرب میشه، به خاطر اینکه میدونه که در برابر قانون اون آخوند از قدرتی برخورداره که اون ازش برخوردار نیستش. و به همین دلیل هم هستش اون خشمی که میبینیم خشم از اون نابرابریه و در واقع از اون قدرتی است که به اون مرد در جایگاه اول داده شده که بخواد حالا عکسی بگیره یا تذکری بده. افکار عمومی، طبعا منظورم اکثریت جامعه است نه همه، در فضای پرتبعیضی که قانون و قدرت درست کردن جانب کدوم یکی از این طرفین این رخداد اخیر رو گرفتن؟ خانم سوادی، واکنش جامعه به رخدادی که در کلینیک قم اتفاق افتاد با واکنش اصحاب قدرت به اون چه تفاوت‌هایی می‌کنه؟ همونطوری که به نظرم ما باید این رو بپذیریم، البته که ماها احتمالاً در حباب‌های مختلفی ممکنه زندگی بکنیم، ممکنه این سوال رو شما از یک فرد دیگری بپرسیم پاسخ متفاوتی داشته باشه، اما چیزی که حداقل من میتونم ببینم این هستش که بخش بسیار خوب و قابل توجهی از جامعه از دیدن چنین رفتارهایی خشمگین میشه، از دیدن این تبعیض خشمگین میشه و نمیتونه اون رو بر بتابه، به خاطر اینکه یا خودش تجربه این رو داشته در جاهای مختلف، در موقعیت‌های مختلف، و یا اینکه به شدت با این وضعیت احساس همدلی میکنه. بسیار زنانی که در یک همچین موقعیت‌های قرار گرفتم ولی در اون موقعیت خاص احساس کردم که داد نمیزنم، چیزی نمیگم، حرفی نمیزنم، رد میشم و میرم. و به همین دلیل هم هست که با دیدن این صحنه با یک همچین چیزی احساس همدلی و همبستگی میکنه و میخواد که در واقع سمتی بیسته که به باور اون سمت حق داستان، یعنی سمت زن داستان هستش. و در برابر میبینیم که سمت دیگر هم یک ارتش رسانه‌ای و خودش راه میاندازه که همچنان سنگر خودش رو برای اینکه بتونه اینجوری دخالت بکنه در زندگی شخصی افراد رو حفظ بکنه. کاربران حامی اون آخوند اصطلاحی رو درباره اون زن آسی به کار بردن، خانم سوادی، که موجب خشم و شوریدگی جامعه و به خصوص زنان شده، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید. منظورم اصطلاح سلیطه است. اول به ما بگید که اون زن
در نظر این طیفی که ازش حرف میزنیم باید چه واکنشی نشون میداد که منطقی و پذیرفتنی جلوه کنه؟ من فهم کنم از در نگاه اون گروه آن زن طبیعتاً باید سکوت میکرد، یعنی هیچ گویی که هیچ راهی به جز سکوت کردن نداشته، باید سکوت میکرده و یا نهایتاً شاید حتی در واقع به مزاجشون خوش هم میامد اگر که زن مثلا میرفت و میگفتش که شما از من عکسی گرفتید، من متاسفم، بله رو سریمو میکشم جلو، یا هر خواسته دیگری که شما دارید، اما عکس رو لطفاً پاک بکنید. به نظر میرسه که یک همچین واکنشی، یک واکنش فرمانبردارانه چیزی هست که اون گروه انتظار داشتن. طرف مقابل یعنی مدافعان این زن خشم و عصیان کم نظیر رو در برابر واژه سلیطه ابراز کردن. خانم سوادی، این عصیان به نظر شما علیه یک اصطلاح یا فرهنگ و تاریخ پشت اون کلمه رو نشونه گرفته؟ من فکر می‌کنم جنبه‌های مختلفی داره. همونطور که در قسمت قبلی گفتم که انتظار اون آخوند و همفکرانشون فرمانبرداری زن بوده، چون که زن فرمانبردار نبوده، همون گروه میان بهش میگن این زن سلیطه بوده. ما بریم اگر نگاه بکنیم که ببینیم اصلا واژه سلیطه یعنی چی، میریم میبینیم که وقتی که کلمه سلیط وقتی در معنای مذکر خودش استفاده میشه، تند زبان و رهبر و کسی است که نطق خوبی داره، ولی به محض اینکه اون هی تأنیث بهش میچسبه میاد میشه زن زبان دراز، پرخاشگر، بدخو، بددهن، هرزه. اینکه حالا یه کلمه میتونه اینقدر هم وسیع باشه، از پرخاشگری تا بددهانی و هرزگی، خودش نشون میده که این کلمه چقدر کار کرده سرکوب هست. یعنی یا سکوت میکنی یا فرمان برداری میکنی، یا ما به تو میگیم سلیطه به این معنا که سرکوبت بکنیم. این تاریخمند هم هست، یعنی در سایر جنبش ها یک تاریخی داره، از جمله در جنبش آن چیزی که به اسم LGBTQ+ و یا جنبش کویر میشناسیمش، خود کلمه کویر روزی مثل کلمه سلیطه ناسزا بوده و جامعه کویر اومدن این رو از آن خودشون کردن به شکلی که ما امروز در دانشگاه ها تئوری کویر تدریس میشه و ما این جامعه رو به عنوان جامعه کویر میشناسیم. این ترفند بازپسگیری کلماته که این زنان در شبکه های اجتماعی دارن ازش استفاده میکنن، میگن من سلیطه و یا هر آن چیز دیگری که تو میگویی هستم، اما سکوت نمیکنم اگر که میخواهی من رو با این کلمه ساکت بکنی. پیرو صحبتتون واژگان، کلمه ها و اصطلاحات در تخریب یا ساختن فرهنگ چه قدرتی دارن از نظرتون خانم سوادی؟ با حذف یک واژه یا اصطلاحاتی مثل سلیطه از ادبیات گفتاری، فرهنگی که در پشت اون کلمه پنهان شده چه تغییری میکنه؟ زبان مهمه، اینو به این جهت باید بدونیم که به هر حال ما برای توصیف موقعیت ها، توصیف شرایط، احساساتمون از زبان استفاده میکنیم. در تمام کشورها هم به ویژه وقتی به مسئله زنان، به مسئله برابری جنسیتی فکر میکنیم، روزانه واقعا کلمات جدیدی ایجاد میشن در زبان ها برای اینکه افراد بتونن احساساتی که دارن، موقعیت هایی که درش قرار میگیرن رو بازگو بکنن، و یا کلماتی حذف میشن به خاطر اینکه میگم دیگه برای اون جامعه کار نمیکنه. مثلا ما در بریتانیا مجله ای داشتیم به نام مجله سلیطگان، یا بسیاری مجلات دیگر، روزنامه های فمینیستی با عنوان جادوگر، چون در گذشته هم جادوگرها به زنان گفته میشد جادوگر و اونها رو به آتیش میکشیدن. اینها میاد نشون میده که در اون فرهنگ از زنان چه انتظاری میره، و بعد به آرامی که فرهنگ تغییر میکنه ما میتونیم یک پالایش زبانی داشته باشیم. بعضی از کلمات رو حذف کنیم، بعضی از کلمات رو از آن خودمون کنیم، ولی این کلمات مهمن و نشان دهنده فرهنگن. اگر که ما بخوایم امروز سرخم کنیم و بگیم بله من سلیطه نیستم، ببخشید، یعنی که پذیرفتیم که زنی که زبانش خودش را دراز میکند برای اینکه از حق خودش در واقع دفاع بکند باید تقبیح بشود. شما واکنش مردان جامعه رو به این رخداد چطور دیدید خانم سوادی؟ نشانه های تحول فکری و نظری مردان ایرانی به زنان جامعه آیا از نظرتون مشهوده؟ این موقعیت خب حالا به هر حال یک موقعیتی بوده در شهری که هرچند که حالا به هر حال شهر قم هم احتمالاً آدم‌های مختلف با فرهنگ‌های مختلف درش زندگی می‌کنن، اما در این
اتفاق مشخص، در اون فیلم مشخص انفعال مردان متاسفانه کمی دردناکه، که همونطور که در فیلم شاید دوستانی دیده باشن، مردان یا منفعل هستن یا به حمایت از اون آخون میرن عبای افتادش رو برمیدارن، احتمالا ازش دلجویی میکنن، ولی زنان هستن که میپیوندن به زن قومی و در واقع میخوان که از او حمایت بکنن. یه بخشی از این قضیه اینه. و بعد وقتی هم وارد شبکه های اجتماعی میشیم، بله در اینجا هم حالا برای ما از فضای قوم اومدیم بیرون، یک بخشی از مردان یک همدلی با مردان با زنان دارن، بخش دیگری علیه همین هشتگ ما سلیطه‌ایم یک جبهه‌ای گرفتن گویی که نجابت و حیای زن ایرانی رو دارن در خطر میبینن. من فکر میکنم که در این موقعیت ها، این موقعیت ها در واقع شاید یک زنگی باشه، یک تلنگری باشه برای همه مردان که به این نکته توجه داشته باشن که در حوزه زنان شاید بد نباشه که مردان پشت سر زنان حرکت بکنند و از تئوری دادن و در واقع راه مبارزه چیدن برای زنان اونجا پرهیز بکنن، اما در صحنه‌ای که داره اتفاق میفته اونجا به حمایت از زنان بر بخیزن و اونجا در واقع منفعل نباشن. در آخر خانم سوادی به ما بفرمایید، طیف سنتی زنها در بزنگاهایی که حتی یک اصطلاح از نظر جامعه دور نمیمونه دوچار چه تحولاتی میشن؟ اینها این موقعیتایی که به وجود میاد به نظرم حتی برای طیف سنتی زنان هم قابل درک هست که یک ظلم و یک ناحقی در واقع داره اتفاق میفته و فکر میکنم که اونها هم دوباره و چند باره به فکر فرو داشته میشن که در برابر برای یک همچین موقعیت هایی باید عکس العمل نشون بدم. من احساس میکنم که شاید الزاماً اون بخش از جامعه با اون ترفند از آن خود کردن واژگانی مثل سلیطه موافقت و همراهی نداشته باشه، اما در برابر کلیت اتفاقی که افتاده فکر میکنم که بتونه همدلی بکنه و بتونه بپذیره که یک همچین اتفاقاتی از اون نابرابری قدرت ناشی میشه و بیاد و در این سناریو جای خودش رو در واقع به عنوان حامی اون زن تصور بکنه. نمیتونم میگم نمیپذیرم که بخش قابل توجهشون بخوان با این از آن خود کردن واژگان و از این دست هم همراه بشن، اما در این حال همراه هم نمیشن با اون قشری که زن شاکی رو، زن آسی رو سلیطه خطاب میکنه. بسیار سپاسگزارم از شما سمانه سوادی، کنشگر حقوق زنان و برابری جنسیتی از برایتون انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.